إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع درس امروز ما شما الفبای دعوت است درس تقوا بود لکن کم کم امروز میخوایم الفبای دعوت بشناسیم و مشکلی است که همیشه وقتی یک چیز را میبینیم باز دوباره از او کوشش میکنیم که بحث بکنیم تا جوانای ما الحمدلله شما که در راستای دعوت هستین و میخواین دعوت به اسلام بکنین خصوصا کسی که دین به شکل کاملش فهمید بازو میفهمه که والعصر ان الانسان لفی خسر امی سوره را امام شافعی رحمت الله علیه میگه که اگر یک انسان در بین کل قرآن امی یک سوره را درست بفهمه و به این عمل بکنه ان شاء الله این شخص اگر الله متعال امی سوره را نازل میکرد برای هدایت بشریت کافی بود یعنی سوره والعصر اگر کس معنایش بفهمه و ما شما الحمدلله جوانایی که ایرمه فهمن خب اصل گپ سر زمین هست که انسانی که دین شناخت ای حتما دعوتگر میشه چرا؟ ان الانسان لفی خسر الا الذين مگر کسی که سه صفت داشته باشه چی است صفتش آمنو ایمان و عمل صالحات اعمال صالحه باز دعوت است به حق و حق توحید است و صبر و دعوت به حق و به توحید و صبر ای چی هست اینمی دعوت است پس هر انسانی که دین فهمید ای دعوتگر میشه حتما دعوت به عقیده توحید میکنه ولی آل ما و شما وقتی که دعوت میکنیم من یک کتاب نوشته کردم به نام الفبای دعوت تقریبا چندین ساله که ما خودم اصلا تخصصم در بخش لیسانس کلیت و دعوه را خواندیم با انتون دعوت بود رشته اصلی ما دعوت است از این خاطر دوستایی که فتوا و سوالات را میکنم من جواب نمیگم باز قار میشه میگه سوال ما را جواب نگفتی من میگم شما برید پیش دکتر قلب چشمایت نشان میدی حالا ما خود دکتر قلب هستم من به عقیده دعوت میکنم تو آمدی چشمایت برو چشمایت پیش دکتر چشم از این خاطر من بسیاری وقتا سوالایی که نمیفهمم وقت خودم به اون نمیتونم چرا هر کس باید در مرشته خود کار کنه اگر دکتر قلب برسه آناتومی و فیزیولوژی چشم بخونه باز قلب از پیشش میمانه حالا اگر من در اون مسائل بحث بکنم باز همین اصل عقیده و دعوت از پیش من میمانه فقه ها زیاد است مفتی صاحب ها زیاد است اما فقه ها و مفتی هایی که دعوتگر باشن و عقیده درس بدن نیست هر کس رشتش ما به اساس همی که لسانسم هم در دعوت است و خودم هم تخلصم دایی مانده و زیادتر در بخش دعوت کار میکنم اما 20 سال 25 سال چیزی را که من یاد گرفتیم و در 20 سال 25 سال چیزی را که ما تجربه حاصل کردیم کل از او را به شکل یک کتاب کوچک به نام الفبای دعوت برای جوانان دعوتگر مثل وحید الله رحیمی این تو جوان ها هستن مثل گلاب‌الدین تخلص گلاب‌الدین چی است؟ گلاب‌الدین ملک زاده مثل آجی سایبونه که
نامه بسیاری وقتا یادم میره. خوبم آجی صاحب محمد عارف تخلص دارم یوسف زایف صاحب مثل دیگه برادران های فرام دیگه انجینیر صاحب در موبایل ما نشته کردیم انجینیر صاحب عبیدالله اونو جوانه که ماشاءالله درس بسیار خوبش دیروز تشریح کرد پدر شما جا تشریف داره چیست نامت بشیم؟ محمد هارون و شما کلتان که من آمایتان رو نمیفهم چی جور کردیم برای زمین دعوتگره آنه دکتر سفدید کسایی که نامایش همه ایفان میگم دیگه اون بیادرزاده کاکا صفت میر کاکایش هم بشناسم کاکایش اندیوالم بود خودش نام خدا برم نمیگه دیگه برادر گلاب جان به نام برادر گلاب میشناسم میشنم اینی دعوتگرهای خوب ما جوانایی که شما هستین برای شما ما یک کتاب جور کردیم به نام الفبای دعوت این درس امروز ما به خاطر ازی گرفتم که یکی از جوان ها صبحی برای من زنگ زده بود و کدام کس را دعوت کرده بود باز گفت من بسیار قطع شلگی کردم و جدو کردم من گفتم برادر شلگی نکو اصل دعوتی چی است؟ مثلا موسی علیه السلام الله برش تورات داد اما قرآن برای موسی علیه السلام داده نشده بود موسی علیه السلام تورات داشت و محمد صلی الله علیه وسلم برش قرآن نازل شد تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض بر هر کدامش یک فضیلت خاصی داده شده بود پس اگر برای موسی علیه السلام تورات داده شد و به محمد صلی الله علیه وسلم تورات داده نشد به این معنی نیست که فضیلتش کم شد هر کس فضیلت خود داره هر پیغمبر فضیلت خود داره حال بعضی چیزایی که برای آدم علیه السلام نامهاش گفته شد این نامها را رئیس ملائکه که جبریل امین است یاد نداشت و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا يا الله ما علم نداریم مگر چیزی که خودت بر ما تعلیم دادی قال الله متعال بر از اینا بر آدم علیه السلام چیزایی را تعلیم داد که ملائکه نمی‌فهمند بر خضر علیه السلام هم اگر شما قرآن شریف هست اینجا یک دانه قرآن شریف بدین سپاره 15 هم بیا تو آرونجانی را پیدا که برای من سپاره 15 هم بیا تیزه که مبتلا میگم تو سپاره 15 هم سپاره 16 هم آغاز شد پیدا کن این حال بعضی کسات تصور میکنه که موسی علیه السلام چیزهای را فهمید و چیزهای را نمیفهمید که او را خضر میفهمید و باز میگن خضر ولی بود پس ولی که است از نبی که در رتبه چی است یعنی بلند شد دیگه اما قرآن اگر بخونیم موسی علیه السلام قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا اینجا در قرآن عظیم شان میگه که از چیزی که برای تو یاد گرفتی مما علمت متوجه شدیم خب باز در اینجا وقتی که هر کاری را امی خضر علیه السلام میکنه فوجد عبد من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما الله متعال میگه بر از این خضر ای علم ما داده بودیم مثل که پیغمبر سمیگه الرحمن علم
قرآن. بر رسول الله سلام کی تعلیم داد قرآن؟ الله، جبریل امین آمد از جانب الله برش فهمند. آل خضر علیه السلام یه علم از کجا پیدا کرد؟ الله برش داد. آل ای خضر علیه السلام که پیغمبر الله هست، ای علم الله برزی داد، خب اینه در قرآن ثابت است. اما یک شخص دیگه میخیزم میگه من هم مثل خضر واره علم دارم، ما رو از کجا پیدا بکنیم که از کجا کده علم؟ از خضر علیه السلام خود در قرآن ثابت است، از آدم علیه السلام خود در قرآن ثابت است، از رسول الله صلی الله علیه وسلم خود در قرآن ثابت است. صحیح است؟ همین شخص را که خودت میگی ما از چی بفهمیم که یک ولی الله از کجا کده علم؟ اینال وقتی که سند نداریم ما نمیتونیم عقیده کنیم. امیال بسیاری کساست که عقیدهشان چی هست؟ عقیدهشان خراب است و ادعای نبوت میکنن. بعد از رسول الله سم احتاد زمان و پیغمبر سم مجرد پیغمبر سم فوت کرد، چند نفر دعوای پیغمبری کردن؟ وقتی که این شخص اشخاص خیستن مسلمه کذاب بود و اسود عنسی بود و طلیحه بود و یک زن حتی خیست به نام سجاح، گفت ما پیغمبر هستم. مسلمه گفت ما پیغمبر هستم. گفت خیبه یکی ما گرل فرند شویم، دیگه ما بای فرند شویم. بازردوشان ازدواج کرده. با سجاح برای مسلمه گفت خیمه را که ازدواج کردم کردی تو خود پیغمبر هستی، محرمه چی باشن؟ گفت برو دو وقت نماز معاف است، نماز خفتن و صبح نخوان. آدم های بیدین که هست اکثرا چی میکنن؟ دین حذف میکنن، قیچی میکنن. برای تو دین میگه که دیندار هستی لکن دین قیچی کرده. مثلا رسول الله صلی میگه دین 70 چند شعبه داره. ای آدم بیدین چی میگه؟ میگه می دین یک شعبه داره. اینه میده که گرفتی تو خلاص جنتی استی. یکان تو باز میگه یک دول بزن برعکس در جنت میری. بسیاری جوان ها میگه چقدر خوب است، سازم خوشم میه، رقصم خوشم میه. این دو قریه دیگه که توی باشم و دویده دویده میرم، این چقدر خوب است که هم برعکس من دیندار باشم در جنت برم. این حال بسیاری کسا دین تلفیق میکنن، دین تغییر میتن، دین قیچی میکنن. و بسیاری کسا که جاهل هستن فکر میکنن ولی بسیار چقدر آسان است. ما رو میگه شما بسیار سخت میگیرین. این فلانی ها سازم چیز نمیگه، رقص هم چیز نمیگه، دوستی امریکایی ها هم چیز نمیگه، طواف کردن در قبر هم چیز نمیگه، حتی کت بت پرست هم میره میشینه. شما خود دین سخت ساخته. آل خود رسول الله سم میگه که الایمان بدون مسابقه شعبه، ایمان 70 چند شعبه داره. برای سجاح چی که دین چی ساخت؟ آسان ساخت. گفت دو وقت نماز چی است؟ معاف است. دیگر روز باز میگه که خیر تخجمین چی میتی؟ برو نماز پیشینم در تخجمیت معاف. خیر شاه سلامی چی میتی؟ برو نماز دیگر. حال دیگر سجاح زن است و مسلمه شوی، برو به شاه سلامیت عوض برنج و گپا نماز دیگرت معاف. این یک وقت کلش خلاص شد، معاف شده رفت، معاف شده رفت، معاف شده رفت. و این اسلوب بیدینا همی قسم است. شما جوانای دعوتگر متوجه بشین. این حال بعضی کسا که میگن که موسی علیه السلام از خضر یاد گرفت، خب موسی و خضر چی فرق داشتن؟ لا نفرق بین احد من رسله. با آدم علیه السلام هم الله تعلیم داد، بر محمد صلی الله علیه السلام الله تعلیم داد، بر خضر علیه السلام تعلیم داد، بر موسی علیه السلام تعلیم داد، لکن چیزی که برای زیش تعلیم داده برای زیگه تعلیم نداده. ای همون چیزها را از او یاد میگیره، مثل که وعلم آدم الاسماء کلها، الله متعال با آدم علیه السلام تعلیم داد. باز آدم علیه السلام این نامها را به ملائکه تعلیم داد، برشان گفت. خب دهی چه مشکل پیدا میشه؟ آیا خیلی ما بگوییم که چون پدر ما که آدم علیه السلام است چیزهایی که ملائکه یاد نداشت
پس ما از جبریل امین هم که در رتبه ما بلند است. سبیل بعضی اوقات استدلال غیر منطقی است. ملائکه از آدم علیه السلام تعلیم گرفتن. ما و شما اولادی آدم علیه السلام هستیم. پس ما از آدم از ملائکه که در رتبه ما بلند است. بلند است یا پایین؟ کی میتونه بگه؟ رتبه انسان ها بله. بیا میگین؟ خب بیا اینجا بگو. دستانه که بالا کردین بیا. رتبه کی بلند است؟ از ملائکه یا از انسان؟ سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. خب تا جایی که شنیدیم از علما رتبه انسان دولت است. یا از ملائکه بلند میشه یا از حیوان پستر. پس اینجا انسان میتونه که رتبه انسان از ملائکه هم بلندتر میشه. خیلی تو جواب بگوین که بعضی انسان ها هست که رتبهشان از ملائکه کده بلند است و بعضی انسان هست که رتبهشان از حیوان هم کده پستر است. نظر به درجه و ایمانش. جزاک الله خیر. فهمیدی؟ خب اینال بعضی کسا میره استدلال میکنه که این خضر برای موسی علیه السلام تعلیم داد. در جواب چی میگم که اول علما میگن که خضر هم پیغمبر بود و موسی علیه السلام پیغمبر بود. سیست؟ پس اگر یک پیغمبر از دیگه پیغمبر چیز را آموخته هیچ مشکل نداره. اگر شما میگید نه خضر پیغمبر نبود، ثابت کنید که پیغمبر نبود. آیت قرآن خود میگه که مغزی برش علم دادیم. وقتی که الله برش علم داد، وحی داد. آیا خضر این چیزها را از دل خود گفت یا وحی الهی برش بود؟ وقتی که وحی خبر داد، پیغمبر شد. وقتی که پیغمبر شد، پس چی معنا داره که شما میگین فلانی اشخاص از پیغمبر کده اولیاء الله رتبهشان بلند است؟ نه، رتبه پیغمبر، پیغمبر معصوم است و ولی معصوم نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر بود، ابوبکر صدیق ولی الله بود. سیز نه؟ شای اولیاء کی است؟ ابوبکر صدیق. بگو یعنی شای اولیاء محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعضی کسا میگه شای اولیاء علی هست. وقتی که علی پادشاه شد، رسول الله هم خیلی شد، وزیر شد. بعضی اوقات افراطیت است. افراط میشه رئیس شاه اولیاء و بزرگ اولیاء پیغمبر هست. کی هست؟ هر پیغمبر در عصرش شاه اولیاء و دیگران رتبهش چی است؟ پایین تر است. ما و شما چی هستیم؟ ما و شما هم اولیاء الله هستیم. هستیم نیستیم؟ چرا اگر ولی الله نباشی، دوست الله نباشی، خیلی دشمن الله هستی؟ کل ما اولیاء الله هستیم. لکن در بین اولیاء الله یکی جنرال است، ما خورزابطایش هستیم. در اولیاء الله هم کل یک قسم نیست. یکیش جنرال است، رتبهش یکیش مثل ما ورد چپ راستی است. خیر است، ما در اولیاء الله، الله ما را حساب کنه، دوست الله هستیم. چرا که ولی دوست هم میگه جمعش اولیاء است، دوستان. عدو دشمن هم میگه جمعش اعدا است. سهیست؟ پس هر مؤمن الله متعال ولی را چه قسم تعریف کرده؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. دو صفت اگر داشتی تو دوست الله هستی، ایمان و تقوا. ایمان الحمدلله کل ما و شما داریم و تقوا هم طبعا فرق میکنه. تقوای ابوبکر صدیق با تقوای رسول الله صلی الله علیه و سلم تفاوت داشت و تقوای ما با تقوای صحابه و تابعین و تبع تابعین فرق میکنه. تقوای ابو حنیفه رحمت الله علیه با مو اندازه بود که در خیر القرون بود و ما بیچاره تقوای ما اینه قدر است که در شر القرون هستیم. ما ضعیف است تقوای ما. ما تقوای امام صاحب نداریم. هر کس تقوایش. لکن دوست الله هستیم.
به الله دوستی خود اعلان کرده. کل ما و شما اولیاء الله هستیم، دوستای الله هستیم، الله قبول کنه دوستی ما رو. کل ما به الله میگیم با دوست داریم، الله را دوست داریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داریم. ما برای این جوان گفتم، گفت ما بسیار شله هستم در بی راستا کت فلان نفر جنجال دارم. مصب سعی کنم. شما وظیفه پیغمبر چی بود؟ ابلاغ بود. الله متعال برای رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت انما علیک البلاغ و علینا الهدى. وظیفه تو رساندن است. هدایت کار کی است؟ کار الله است. شما برای این نفر اینمی درس بگوین که باز در روز قیامت اتمام حجت شود، که باز در روز قیامت نگویه که یا الله اینمی نفر رخ برای من همی بچه رخ من مشتاخت میخوایی برای من نگفت. هر جایی که برابر شدی دین بگو. یکی کی قبول کرد؟ قبول کرد یک منزلش آباد، قبول نکرد ده منزلش آباد. ما در صنف هم شاگردهای ما زیاد اقسم شاگردها داشتیم، برشان بیفتیم برادر عزیز ما دین براتان میگیم، توحید براتان تشریح میکنیم، قبول کردین هم اختیارتان، قبول هم نکردین اختیارتان. الله متعال میگه انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما را بر مردم نشان دادیم. یک کسی از بسیار دوستش داری، رسول الله صلی الله علیه و آله چیز زیاد دوست داشت، ابو طالب. رسول الله صلی الله علیه و آله یک کسی بسیار زیاد دوست داشت، یک کسی بسیار بدش میامد. او را که زیاد دوست داشت میخواست که مسلمان شود، بسیار کوشش میکرد که کاش که مسلمان شد. او را زیاد دوست داشت، کاکایش بود. حتی رفت وادی چیز برش دمی گوشش، گفت کاکا جانم یک دفعه دمی گوش ما بگو لا اله الا محمد رسول الله، که در روز قیامت ما بخیزم و بگویم پیش الله که یا الله عمی خوینه ما شنیدم بر ما گفت که لا اله الا الله. اینقدر خوشحال بود که یک دقیقه چی بلند هم نمگه تا استا که دمی گوشم بگویه. لکن هدایت کار کی هست؟ کار الله هست. هدایتش نکد. اما کسی را که رسول الله هستم بسیار بد میدیدم، چهریش هم بدش میخورده، سرش وحشی بود، وحشی رضی الله عنه، وحشی رضی الله عنه. بگنی کدامتان جرات میکنین که ابو طالب بگوین وحشی را الله هدایت کرد؟ هدایت کار الله است. از این خاطر توصیه کردم، گفتم برادر به خاطر که در روز قیامت باز حجت نشه، باز نگویه که مرا کس نگفته بود، برای ما عذر بر جهل پیدا کو. این خب ما برات گفتم وقتی که برای یک نفر گپ رسید باز عذر چی شد؟ خلاص شد، اتمام حجت شد. برش گفتی که خدا پیغمبر است و او پیغمبر بعضی گپا رو برای پیغمبر گفت. رتبه پیغمبر بلند است، رتبه ولی پایین است. خلاص قبول نکرد، کت جنجال نکن. دعوت برای چی است؟ اولین کلید دعوت چی هست؟ که دعوتگر بفهمه که من دین ابلاغ میکنم اما هدایت کار من نیست. فهمیدین این قاعده را؟ اگر کسی دعوتش کردی و قبول نکرد، خلاص هدایت کار الله هست. خب قاعده دیگهش دوم، وقت دعوت میکنین باید رئیس دعوتگرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم است، روش های خاص دعوت داره. اخلاق تا باید اخلاق کی وره بسازی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر وقت که دعوت میکردی یا آیت قرآن باید داشته باش، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر فظ باشی، فس چی مانا؟ تون زبان. غلیظ القلب چی مانا؟ سنگ دل. پس دعوتگر باید دو چیز نباشن. هر وقت که دعوت میکردی این دو چیز باید پیش چشمت داشته باشی. زبانت شیرین باشه، قلبت نرم باشه. زبانت شیرین باشه، قلبت
فهمیدین قاعده دومه؟ الف فقط فهمیدنی بی بود. فهمیدنی؟ الف بای دعوت. خب، سومش، قاعده سوم. قاعده سومی است که شیطان با هر کس یک قسم معامله نمیکنه. چی مانا؟ به اندازه ایمانت شیطان کتت برد شیطان روی میکنه. اگر پنج وقت نماز تخوندی یک شیطانک لاغر برد روی میکنه. اما اگر شیطان دید که تو خودت میخوای دعوت به اسلام بکنی و خصوصا دعوت به توحید بکنی، باز شیطان های انسانی را هم سرت تور میتن و شیطان های جنی را هم سرت تور میتن. از پدرت گپ میشنوی، از مادرت گپ میشنوی، از دوست خوبت گپ میشنوی، از دوستان خوبت میشنوی، از دشمنا چی میگی؟ دشمنا وقت مظاهره میکنه که اعدام شوی. فهمیدی؟ چی میکنه؟ یک وقت یک چند نفر مظاهره کردن که من اعدام شوم. من گفتم باش، یا کی هستن؟ رئیسش پیدا کردم. دمی اینترنت رئیسش میگه که من مسئول خاد بودم در وقت دکتر نجیب. فهمیدی؟ همین حزبی که میخوای ما را اعدام بکنه، من رئیسش پیدا کردم. گفتم یا خوشتوکایش هستی در روی سرک برامده، واقعا توشتوکا غرض نداره، امون ننه کلانش پیدا کن. اصل گو کلانش که پیدا کردم، دیدم که گو کلان از او گو دیگه شیر خورده. فهمیدی؟ و خودش دکتر سبدی در اینترنت باز تو تحقیق کن، خواجه محمد صدیقی رئیس حزب همبستگی در یک تلویزیون خودشی کرده، در یوتیوب هست، در یک تلویزیون مصاحبه کرده و گفته که من پرچمی بودم. پرچمی چی مانا؟ یعنی رهبرش کارمل بود و کارمل کسی است که کل بشریت میفهمه که وقت روسا آمدن افغانستان گرفتن، کارمل از مسکو آوردن. کسی که نمیفهمه او لوده است، که لوده ما غرض نداریم، اما کسی که تاریخ میفهمه، تاریخ معاصر افغانستانه و کسایی که ریش سفید از همیل بودن، فهمیدی؟ اگر نه کل ریش سفید ها میفهمه که وقتی که روسا در افغانستان آمدن، کلش میفهمه. گردن ریش سفید های ما بسته است که برای جوان ها حق نمیگن. کل ریش سفید ها میفهمه که روسا آمدن افیزالامین کشتن، بعد از اینکه افیزالامین روسا کشت، کارمل در شوروی بود. روسا که آمدن تانکایشان کابل گرفتن، افیزالامین کشتن، کارمل این از اتحاد شوروی که نمیفهم در تاجکستان بود یا در ازبکستان بود یا در مسکن ازبکستان بود؟ این از ازبکستان بیانه ده. این حال حکومت دیگر ها گرفتن، ای از او جامد آلی این افر شاگرد از اوست. یا که آمدن در افغانستان در زمان در روسا چیزی که عالمای اسلام بود کشتن. ما رو چرا نکشتن؟ ما خوب وقت صنف نو بودیم در مکتب، صنف هشت نو بودیم، صنفی های ما رو زیاد کشتن، زیاد مردم رو کشتن. این حال یک مجلسشان خطا خوردیم، آل به نام دموکراسی ما را هم میخواید در مظاهره بگه که اعدام شوند، در حالی که محکمه خودشان ما را براءت داد. ما را 13 ماه برد، قاضی و محکمه اعلان کرد که استاد دایی، استاد راسخ و قاری طاهر و یک بچه که دیگر نجیب نام داشت که ما بود 4 نفر، سر از یا هیچ سندی وجود نداشت، 20 پایه کامپیوتر و هارد دیسک ما بود، بس دادن. انتشارات از یام کدام مشکل نداره، محکمه فیصله کرد غلط. اما این ان لله و انا الیه راجعون، این شاگردهای روس، دشمنای سرسخت مسلمان ها، هنوز هم دلشان یخ نکرده، مظاهره میکنن، میگه که چی است؟ یا باید اعدام شوه. پس شیطان با هر کس یک قسم معامله نمیکنه. گپ سر چی است؟ تو که دعوت شروع کردی،
منتظر چی باش؟ منتظر باش که شیطانای انسانی و شیطانای جنی در جانت حمله میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو لهب بسیار دوست داشت. اولین کسی که کنیز خدا رایی کرد که برو بر از این شیر بده ابو لهب بود. کنیزش صویبه نام داشت. اقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشت که رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاخره وقتی که صاحب اولاد شد دو دختر خدا به دو بچه ابو لهب داد. کسی که دختر خدا بر بچه یک کس میته خب معلوم میشه که نفر خوش داره که دختر خدا بر بچهش میته. ابو لهب وقتی که دید که رسول الله صلی الله علیه و سلم با قرآن دعوت میکنه، تا وقتی که قرآن نبود ابو لهب دوست رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت به توحید شروع کرد ابو لهب چی کرد؟ رفت و تا بچه خدا گفت که از میراث ما، از مال ما، از کل چیز سر شما حرام است که دخترای محمد صلی الله علیه و سلم طلاق ندین. دیدی دعوت توحید چی قسم است؟ دو دخترشو چی کردن؟ طلاق دادن. اینا شما ببینید از این پدرایی که دختردار است برش بگو که اگر کدام روز دختر تو بیای گریان کرده و بگوی که مرا شوهرم به خاطر دعوت تو طلاق داد چی حالت میکشه؟ پس وقتی که دعوت دین شروع کردی چون دل شیر نداری سفر عشق مکن. وقتی که آمادگی برای این کارا نداری لقمان حکیم برای بچه خود چی میگه؟ یا بنیه اقم الصلاه، بچه نماز بخوان، و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. وقتی که نماز خواندی سعی باز چی کو؟ امر بالمعروف کو و نهی عن المنکر کو. واصبر علی ما اصابک، و اگر برات مصیبت میرسه چی کو؟ صبر بکن. واصبر علی ما اصابک. پس این قاعده چندم شد؟ سوم قاعده شد. سه قاعده رو امروز یاد بگیرین، کم کم یاد بگیرین. گفت یک روز خدا مولا نمیشه دیگه. اگر این سه قاعده رو تا هفته دیگه عمل کنین صحیح است.